میدونستید اولین اختلاس در نظام بانکی ایران توسط عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه انجام شد؟ این اختلاس منجر به خشم رضا شاه شد و عبدالحسین تیمورتاش و لیندن بلاد رئیس آلمانی بانک ملی ایران رو خائنین به ایران نامید. آنها در مجموع به پرداخت 158 هزار تومان جریمه محکوم شدند. لیندن بلاد و معاونش فوگل به بیروت گریختند. فوگل همانجا خودکشی کرد و لیندن بلاد با پیگیری‌های رضا شاه به ایران برگردانده شد. 18 ماه حبس کشید و 63 هزار تومان جریمه شد. و بشنوید از عاقبت تیمورتاش. عبدالحسین تیمورتاش به 5 سال زندان و 95 هزار تومان جریمه محکوم شد و پس از مدتی در زندان کشته شد. به خاطر خیانتش به ایران جنازه وی را بدون تشریفات در امامزاده عبدالله به خاک سپردند و خانواده‌اش به خراسان تبعید شدند. به نظر شما اگر با اختلاسگران اینجوری برخورد می‌شد، کسی به خودش اجازه اختلاس و خیانت رو می‌داد؟